فصل اول تغییر فرایند شکلگیری تغییر و کاربرد آن درس یک بهره بردن از احساسات برای تبدیل شدن به معمور تغییر ذهن قدرتی به اندازه دست ها دارد نه تنها برای به دست آوردن دنیا بلکه برای تغییر آن کولین ویلسون هدف شما از خواندن این کتاب یادگیری شیوه های مربیگری شخصی برای دستیابی به موفقیت بیشتر در بازارهای مالی است اما مربیگری چیست تمام کوشش هایی که در قالب مربیگری از هر نوعی صورت میپذیرد از اساس به دنبال ایجاد تغییر هستند بنابراین شما نیز با پذیرش نقش مربیگری خود تلاش خواهید کرد تا در افکار احساسات و رفتارتان تغییراتی را اعمال کنید اما بیش از همه به دنبال تغییر در نحوه معاملگری خود خواهید بود اینکه چطور الگوهای مربوط به ریسک و پاداش عرضه و تقاضا را شناسایی کنید و به کار گیرید تحقیقات روانشناسی نشان دادهاند که اگر درک کنید تغییر چطور روی می دهد بهتر می توانید در قالب معمور تغییر خود ایفای نقش کنید در مربیگری تغییر را ایجاد می کنیم نه اینکه اجازه دهیم تغییر خود به خود پدید آید مربیگری ما را متحد می سازد که نقش خود را به عنوان معمور تغییر در زندگی شخصی و معاملگری حفظ کرده و ادامه دهیم بنابراین در این فصل به فرایند شکلگیری تغییر و کاربرد آن میپردازیم. و توضیح می دهیم که چطور از نتایج گاه حیرت آور آن به بهترین نحو استفاده کنیم. درس یک بهره بردن از احساسات برای تبدیل شدن به معمور تغییر برای برخی از ما حفظ و ادامه وضعیت موجود کافی نیست ما دورنمایی از فردی که می توانیم به آن تبدیل شویم داریم و مشتاقیم به جایگاهی فراتر از زندگی روزمره فعلی خود دست یابیم بنابراین به فکر ایجاد تغییر در زندگی میفتیم تا به این اشتیاق جامعه عمل بپوشانیم چرا که تنها با اعمال تغییرات صحیح هست که می توانیم رشد کنیم اما اغلب احساس می کنیم که با انجام کارهای همیشگی و تکرار اشتباهات قبلی گرفتار یک دور باطل شده ایم آیا منتظر می مانیم که زندگی ما را تغییر دهد یا به معمور تغییر زندگی خود تبدیل می شویم؟ ساده ترین مرحله در فرایند تغییر شروع آن است اما چالش اصلی حفظ تغییر ایجاد شده است اگر تمام توجه خود را به شروع روند تغییر معطوف کنیم آمادگی لازم برای ادامه مراحل حیاتی بعدی را نخواهیم داشت شاید برای شما هم پیش آمده باشد که رژیم غذایی و ورزش را شروع کردید اما پس از مدتی به سبک زندگی گذشته خود بازگشتید نقص و کاستی بسیاری از مطالب و تمرین هایی که در مورد روانشناسی و مربیگری نوشته شده اند در این است که آنها تنها بر آغاز روند تغییر تمرکز دارند. هرچند این مطالب و تمرین ها حس خوبی در افراد ایجاد می کنند اما زمانی فرا خواهد رسید که شخص در میابد برای حفظ تغییرات ایجاد شده به تلاش های متفاوت دیگری نیاز دارد. مربیگری موفق نه تنها به امر تغییر سرعت میبخشد بلکه این تغییرات را به عادت تبدیل می کند به گونه ای که بخشی از طبیعت فرد شوند بنابراین کلید مربیگری موفق تبدیل تغییر به امری روزمره است تا آن هنگام که رفتارهای جدید جزئی از سرشت شخص شوند و در اینجاست که پای احساسات به میان می آید. من سالها بدون هیچ موفقیتی تلاش می کردم به برنامه کاهش وزن خود پایبند بمانم تا اینکه در سال 2000 میلادی متوجه شدم مبتلا به دیابت نوع دوم هستم من باید رژیم غذایی خود را تغییر می دادم و وزنم را کم می کردم به, وز... به وضوح برایم روشن بود که در صورت عدم اعمال این تغییرات سلامتی خود را از دست می دادم و همسر و فرزندانم را ناامید می به معنای واقعی کلمه از همان روزی که بیماری من تشخیص داده شد رژیم غذایی خود را شروع کردم و تا به امروز با آن پایبند ماندم. وزن من بیش از 18 کیلوگرم کاهش پیدا کرد. چنان سریع که دوستانم تصور کردند به بیماری سختی مبتلا شدم و بدین ترتیب بود که توانستم قند خون خود را کنترل کنم اما چه مسئله روند تغییر را در من سرعت بخشید؟ سالها گفتن این که باید رژیم غذایی متفاوتی داشته باشم بیشتر ورزش کنم و وزنم را کاهش دهم هیچ نتیجه ای برای من نداشت و نتوانست تغییری در من ایجاد کند تنها یک تجربه احساسی از ضرورت اعمال تغییرات باعث شد که واقعا تغییر کنم من تنها به ضرورت تغییر فکر نکردم من با تمام وجود اهمیت تغییر را درک کردم من نیاز به تغییر را حس کردم این موضوع در مورد معاملگران نیز صدق میکند شاید بارها به خود گفته باشید که باید از قوانین معاملگری خود پیروی کنم باید به حجم کمتر با حجم کمتر معامله باز کنم یا از معامله کردن در برخی شرایط خاص بازار یا برخی ساعات روز اجتناب کنم اما با این حال هنوز همان اشتباهات قبل را تکرار می کنید. سرمایه خود را از دست می دهید و سرخورده می شوید. مانند تلاش های اولیه من برای کاهش و وزن. تلاش های شما نیز برای تغییر به شکست منتهی می شوند به این دلیل که فاقد نیروی احساس هستند. در تحقیقی پیرامون روند درمان های موفق در مقابل درمان های ناموفق مشخص کرده است که این تجربه های احساسی هستند که قدرت ایجاد تغییر را دارند و نه صحبت کردن با خود هیچ کس با ایستادن در مقابل آینه و گفتن عباراتی درباره ارتقاء شخصی احساس با ارزش بودن نکرده است شما می توانید به خود بگویید که فرد شایسته هستید اما تجربه عبور موفقیت آمیز از چالش هاست که می تواند حس کارآمدی پایداری را در شما ایجاد کند درد و لذت تجربه های احساسی ما را درونی می سازند تا آنچه باعث ارتقاء سطح زندگی ما می شود را دنبال کرده و از آنچه به ما آسیب می رساند دوری کنیم. با درونی کردن تجربه های احساسی قدرتمند می تغییراتی را که آغاز کرده ایم حفظ کنیم. دشمن تغییر بازگشت به حالت اول است. یعنی برگشت به رفتار و طرز فکر بی سمر و بیهوده گذشته بدون داشتن تلنگرهای احساسی بازگشت به وضعیت سابق کاملا طبیعی است آیا حاضرید از امروز به عنوان یک معاملهگر روی خود کار کنید آیا آماده بدون توجه به میزان سودآوری از فرصت امروز برای یادگیری و رشد خود استفاده کنید اگر چنین است باید هدفهای روزانه برای خود در نظر بگیرید در حال حاضر قصد کار کردن روی چه بخشی از روش معاملگری خود را دارید؟ ایجاد نقاط قوت؟ اصلاح نقاط ضعف، تکرار کاری که دیروز به خوبی انجام داده اید؟ دوری از اشتباهی که دیروز مرتکب شده اید؟ بنابراین اولین و مهمترین قدم در نظر گرفتن یک هدف است. اگر درک روشنی از شخصی که اکنون هستید و فردی که مایلی در آینده به آن بدل شوید نداشته باشید، هرگز به عنوان معمور تغییر خود امکان موفقیت را نخواهید داشت. قدم مهم بعدی یادداشت این هدف یا ضبط صدای خود در حالی که هدف را توضیح می دهید است. این مرحله به ثبت تغییر مورد نظر در ذهنتان کمک می کند. اما موضوع مهم دیگر این است که آیا تلاش شما برای رسیدن به هدف از قدرت احساسی لازم برخوردار است؟ و آیا می توان شما را از کسی که تنها به تغییر فکر می کند به کسی که واقعا معمور تغییر خودش است تبدیل کند؟ راز تنظیم صحیح هدف در این است که اهدافتان نیروی احساسی لازم برای محقق شدن را به همراه داشته باشند. اگر هدف شما یک خواسته باشد تا زمان وجود اشتیاق برای آن هدف را دنبال خواهید کرد. اما اگر هدف شما یک نیاز ضروری باشد مانند تغییر رژیم غذایی من به قانونی نظم یافته در مرکز توجه زندگی شما تبدیل خواهد شد بنابراین تنها به این دلیل که میخواهید معاملگر بهتری شوید این اتفاق روی نمیدهد تنها زمانی میتوانید مربی خود برای رسیدن به موفقیت باشید که رشد شخصی برای شما به یک قانون نظم یافته و نیاز ضروری تبدیل شده باشد این تمرین را امتحان کنید قبل از شروع روز معاملاتی در موقعیتی راحت بنشینید و با ریتمی آهسته نفس عمیق بکشید خود را در شرایطی تجسم کنید که روز معاملاتی آغاز شده و شما حرکات و بازار را در جستجوی ایده معاملاتی از مانیتور کامپیوتر دنبال می کنید. سپس به این تصویر ذهنی هدفی را که برای روز معاملاتی چاری جاری در نظر گرفته اید اضافه کنید. خود را در حال انجام اقداماتی برای محقق ساختن آن هدف تجسم کنید. اگر هدف کنترل حجم معاملات است، به وضوح خود را در حالی که معاملاتی با حجم درست انجام می دهید تجسم کنید. اگر هدف انجام معاملات خرید در انتهای حرکتهای اصلاحی است، تجسم کنید که صبورانه منتظر اتمام حرکت اصلاحی هستید و سپس وارد معامله می شوید. در ادامه تجسم کنید که توانستید به هدف خود دست یابید. اجازه دهید بابت تکمیل آنچه در نظر داشتید احساس غرور به شما دست دهد. نه تنها در نظر گرفتن هدف که داشتن تجربه یابی به هدف نیز مهم است. روانشناسان به این حالت حس کارآمدی شخصی گویند. اگر خود را در قالب فردی موفق ببینید و لذت موفقیت را حس کنید احتمال موفقیت شما بیشتر خواهد شد نیاز نیست که خود را در حال پول در آوردن تجسم کنید این به عنوان یک هدف روزانه چندان واقع محسوب نمی شود اما می توانید تصوراتی مربوط به معاملگری خوب داشته باشید و از بابت انجام صحیح آنچه در توانایی شماست احساس غرور و مهارت را تجربه کنید وقتی خود را شخصی کارآمد تصور می کنیم کسی که توانایی انجام تغییرات را دارد احتمال انجام تغییرات و حفظ آنها بیشتر می شود بسیاری از معاملگران تنها بعد از متحمل شدن ضررهای زیاد به مرحله مربیگری شخصی می رسند مشابه وضعیت من زمانی که با تشخیص بیماری خود روبرو شدم ترس از عواقب این بیماری و اینکه نمیخواستم زندگیم نابود شود من را به سمت تغییر رژیم غذایی سوق داد وقتی معاملهگر بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می دهد برای جلوگیری از تکرار این وضعیت به معاملهگری صحیح روی می آورد نه به این دلیل که به خود قول می دهد قوانین معاملاتی را رعایت کند بلکه فقدان انضباط و عواقب آن موجب برانگیخته شدن یک نیروی احساسی قدرتمند در او می شود. این احساس که رعایت نظم در معاملات الزامی است. برخلاف آموزه های طرفداران تفکر مثبت ترس کاربوت های خاص خودش را دارد. بسیاری از افراد الکلی به دلیل ترس از بازگشت به درد و ناراحتی ناشی از عواقب نوشیدن الکل می توانند تغییر را تاب بیاورند. در اینجا نیز احساس باعث حفظ تغییر می شود. هر روز به کمک تصویرهای ذهنی هدایت شده که در آنها علاوه بر دیدن احساس نیز حضور دارد می توانید تجربه های احساسی قدرتمند را برای تسریع روند تغییر خلق کنید و به معمور تغییر خود تبدیل شوید کسی که روند تغییر را حفظ کرده است کلید این کار در اضافه کردن قدرت احساس به اهدافتان است وظیفه شما برای این درس این است که این اهداف بی جان را که بر تکه کاغذ در ژورنالتان نوشته شده اند را به تصویرهای قدرتمند و واضح در ذهن خود بدل کنید بنابراین همیشه قبل از شروع معاملات یک هدف و یک تصویر را در ذهن خود تجسم کنید داشتن اهداف, داشتن اهداف کافی نیست شما باید آنها را احساس کنید تا بتوانید آنها را به زندگی خود راه دهید نکته راهنمای مربیگری عواقب عدم حفظ تغییر را به وضوح در ذهن تجسم کنید جزئیات مربوط به یک شکست را که از رفتاری اشتباه ناشی شده بود و خواستار تغییر آن هستید در ذهن مرور کنید به هر یک از اهداف خود یک سناریوی جایگزین اختصاص دهید با افزودن وضعیت جایگزین در تنظیم اهدافتان ترس را به انگیزه بدل می کنید مغز شما بیش از همه برای واکنش به این خطر هوشیار می شود. اگر از نظر احساسی با خطری ای که این رفتارهای اشتباه پیش می آورند روبرو شده باشید، دیگر هرگز به سمت این رفتارها گرایش پیدا نمی کنید. تا به امروز رژیم غذایی من پابرجا مانده و اکنون ترس دوست من شده است.